مسیحت هدیشمه یا پاراشا های خوکت. در پاراشا اسرائیلا در مورد اشم و در مورد مشرابین رو صحبت کردن و شکایت کردن و بهانه گرفتن و خداوند اونا رو تنبیه کرد و اون مارای براشون فرستاد. این مارا اجده اونا رو نیش می زدن و تنبیه شدن و خداوند میگه به مشرابین رو بیا یک مار فلزی بزرگ به صورت مس درست کن و اون رو استوارش کن در بالا. همه اون کسایی که اونا رو مار نیش زده اونا رو این رو ببینن و معالجه خواهم میشن. در تورا میگه و هیا ام نخش ان نخش ات ایش، اگر مار اون شخص رو نیش زده. به فارسی میگن ات ایش، این اضافه است. قبلا گفته بود اون کسایی که مار به اونا نیزده و نگاه کنن. چرا دوباره میگه اتایش؟ توضیح میدن اون شخصی که مار گزیده شده نباید بیاد ببینه که چی این ماره است که من رو نیزده، بلکه چه گزرهایی رو من شده. باید بدونیم این مار فقط یک وسیله است، یک واسطه است که از طرف هشم اومده. اون شخص روش گزرا شده از شامعین. این شخص آیش، اون شخص، یعنی این شخص از اول روش حکم بریده شده که این باید بیاد و مار اون رو نیش بزنه. هر اتفاقی برای ما میفته و از وقتا میگیم آره اینه، این شخص به من بدی کرده، این ماشین تصادف کرده، این چیز شده. نه، باید ببینیم دلیلش چی بوده. از اقادش بارخو حکم شده. رنبند می نویسن که کسانی که از یک ایوانی گاز گرفته شده باشن یا از یک مار یا از یک عشره نیز زده باشن، اینا دکترها میگن که اسم این ایوانو و شکلش رو جلو این مریضه نگیم. روش اثر بد میذاره و دوباره مریضیش سخت‌تر میشه. اینجا برعکس بود. حقادش بار خوب موشه گفت همون چیزی که اومده اینا رو نیش زده، همون ماره، همون اجداه، شکل اون رو درست کن که نشون بده این طبیعت نیست. که فکر نکنید این طبیعته که ماره میاد و به آدم نیش میزنه. یه دفعه تورای نوشته که همیشه یادمون باشه. هشم میگه این رو بذار و بفهمین، نگاش کنین، نگاه ماره بکنین. موقعی که نگاه میکنه آدم به یاد میاره مثل مار، ما عمل مار رو انجام دادیم، همون ماره که میان نیش میزنه اینا هم نیش زدن و اومدن درباره خدا لاشوناره گفتن که کار ماره نیش زدنه. درباره هشم حرف زدن و درباره مشه ربنو بخیه مینیسه اقادش بارخو گفت من اون قسمت خودم رو میبخشمشون، ولی چون که صحبت کردی درباره مشه ربنو، من درباره مشه ربنو رو نمیبخشم. به خاطر همین بابون مشه ربنو این رو درست کنه که اینا نگاه کنن مشه این ماره رو درست کرده. ما باید نگاش کنیم. موقعی که نگاش کنن به خودشون میان و تشوبه بکنن و اون تشوبه که اینا باعث میشن بخشیده بشن. آره خیم اقادوش میگه هر جا میگه و آیا این و آیا لشون سیمخا، یه خوبیتی توش داره. اینجا گفته و آیا اینه که تشوبه بکنن، تشوها بکنن و برگردن به اقادش بارخو. تو زوهر اقادش یک معصه میاره از ربی لازار پسر ربی شیمون، میبینه که یک مار خیلی بزرگی خیلی به سرعت زیادی داره میره. از ماره میپرسه که چی کجا داره میری؟ میگه گزرا بریدن روی اسرائیلی که عویرا کرده که بره این رو بکشه. بعد از یه چند دقیقه میبینن این ماره داره راش رو برعکس کرد، دور زد داره میره یه طرف دیگه. میگن چی شد؟ گفتی که داره میره این که اسرائیل رو بکشی. میگه این اسرائیل تشوبه کرده، با اوچ که روش حکم بد بوده تشوبه کرده. پس الان داره کجا میره؟ از این طرف میگه یه گویی میومده و این ما چیز دزد بوده و عقل دیگران رو خورده، دارم میرم اون رو میکشم.
پس میبینیم که این چیزا همیشه از طرف اقادش باروخوه، درسه که برای ما هست. هر اتفاقی که میفته اولین چیز انسان میاد این رو عواسش نمیده، دست طبیعت فلانه کرده این کرد، اگه این کاره میکردم اون کاره. انسان باید بیاد ببینه چرا این تنبیه بسش اومده، چرا این چیز بد بسش اومده و انسان خوزر به چوبه بشه. شبات شده.